الكمنتیل. خوش آمدید به یک برنامه جدید از استودیو سوئد. امروز می در مورد این صحبت بکنیم که شما چگونه می دور خودتون رو پیروز شوید می از نامه ابرانیان شروع بکنیم که خیلی ها با من عقیده دارن که معلفش نویسنده این نامه همون پولوس هست, پولوس میخوایم ببینیم که چه چجوری تعلیم می که ما چگونه میتونیم به اون هدف الهی برای زندگی خودمون برسیم و مثل یک ورزشکار بتوانیم دور خودمون رو بدویم و بدم یا درست مثل یک دوی ماراتون ما به پایداری و استقامت احتیاج داریم تا اینکه بتونیم اراده خدا را انجام بدیم و وعده های الهی متحقق بشن بله استقامت یکی از خصوصیات شخصیتی خداست دقیقا خدا مثل یک کشاورز هست که در مورد کاشت و برداشت سخن میگه ما میخواهیم که معمولا این روند و پروسه همیشه سریع پیش بره ولیکن برای خدا یک زمانی وجود داره برای کاشت یک زمانی برای برداشت وقتی که وقت معینش برسه بله یک درو هم فرا میرسه پس به عبارت دیگر ما به استقامت نیازمندیم پس میخوایم الان نگاه بکنیم به ابرانیان ده و آیه سی و شش ابرانیان ده سی و شش. چون لازم است پایداری کنید تا آنکه اراده خداست را به انجام رسانید و وعده ها را بیابید در اینجا پاولس به طور واضح و روشن میگوید که برای گرفتن دریافتن آنچه که خدا وعده داده است ما به استقامت و پایداری احتیاج داریم میتونیم هم نگاه بکنیم به ابرانیان فصل دوازده و آیه اول پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در ای که برای ما مقرر شده است بدویم پس وقتی که الان یک ابری عظیم از شاهدان اطراف ما هست منظور پولس از این چی هست؟ اون منظورش در مورد فصل پیشین بود که در مورد اون قهرمانان ایمان هست اون مردان و زنانی که کارهای شگفتانگیزی را برای خدا انجام دادن مثلا در مورد نوح یا موسی ابراهیم و این, این قهرمانان ایمان میتونیم بهشون نگاه بکنیم در اونجا پاولوس میگوید که اونها مثل شاهدانی هستند برای ما در ابرانیان فصل 11 و آیه 33 میخوانیم بله نوشته شده است که با ایمان ممالک را فتح کردند عدالت را برقرار نمودند و وعده ها را به چنگ آوردن وعده های الهی را دهان شیر را بستند شعله های سوزان آتش را بی اثر کردن و از دم شمشیر رهایی یافتن در اینجا میگوید اونهایی که شاهد هستند شاهدان هستند به خاطر این شاهدان است که که بودن در این و این یا لشکرهای دشمن را به فرار راندند که ضعیف ق... بودن ولیکن قوی شدند اونها شهادت میدهند که هدیه ایمان به ما کمک میکند تا اینکه با کمک خدا این کارها را انجام دهیم در پس میگوید که پاولس میگوید که پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم پس برای اینکه بتوانیم همون طور مثل اون قهرمانان ایمان در زندگی پیروزمند باشیم پس هر چیزی که مانع ما هست رو با که کنار بگذاریم شما یک دوی ماراتون رو جلوی خودتون ببینید دوی استقامت هست یکی بغل دست شما هست که کاملا تجهیزات کامل رو دارد بهترین کفش ها رو دارد و, و یا اوکی. یک پیرنی دارد تیشرتی دارد یک شورتی دارد شاید یک یا پیشانی بند هم برای خودش داره و خلاصه آماده است حسابی ولی بغلش مثلا بغلش یک نفر هست که با تجهیزات اسکی هست با کفش اسکی داره به پا داره یا لباس یک سری مخصوص اسکی داره کلاه ایمنی اسکی داره و دستکش اسکی رو داره و اینها آه. این من البته یه خورده برای شما یه خورده قلوف میکنم که شما بفهمید که نمیشود بدوید یک دو را با تجهیزات اشتباه یا با چیزهایی که شما را بخواد مانع بشود از اون دونده اول کسی هست که تجهیزاتی دارد که هیچ کسی نمیتواند مانعش بشود برای دویدن چون گناه در حقیقت یک مانع هست و در این چیزی که پاولوس در اینجا میگوید میگوید که گناه میتونه شما را مانع بشه مثلا حسادت یا غیبت کردن یا غرور یا شرایط زندگانی و بی ایمانی اینها می به دست و پای ما میپیچد تا مانع دویدن ما بشود اون اون،, اون, اون راهی رو اون محل دوی رو که خداوند برای ما دارد که درش در اینجا در مورد این صحبت نمی کنیم که با همدیگر مسابقه بدیم بلکه اون محل دویدن این که خداوند اون باند دویی که خدا به شما داده است شما یک اختیاری رو گرفتید و یک دویی دارید که شما باید در باند دوی خودتون باید بدوید برای همین هست که ما خودمون رو با همدیگر مقایسه نمی کنیم. بلکه شادی می کنیم برای پیروزی همدیگر و موفقیت همدیگر و همدیگر رو تقویت میدیم وقتی که باید مبارزه کرد تا اینکه با همدیگر همه بتوانیم تاج پیروزی رو به دست بیاریم بذارید بریم به نامه قرنتیان اول قرنتیان فصل 9 و آیه آیه های 24 تا 27 اول قرنتیان 9 24 میگوید آیا نمیدانید که در میدان مسابقه همه میدوند اما تنها یکی جایزه را میبرد پس شما چنان بدوید که ببرید هر که در مسابقات شرکت میجوید در هر چیز تن به انضباطی سخت میدهد آنان چنین می تا تاجی فانی به دست آورند ولی ما چنین میکنیم تا تاجی غیر فانی به دست آوریم پس من این گونه می دوم. نه چون کسی که بی هدف است و مش میزنم، نه چون کسی که هوا را می زنم. بلکه تن خود را سختی می دهم و در بندگی خیش نگاه می مبادا پس از موعظه به دیگران خود مردود کردم عجب و نظر بسیار جالبی و خوبی و صحیحی پاولوس دارد و این یک تصویری هست که از دنیای ورزش اون به ما میدن پس خدا رو شد خدا یک محل دو برای شما دارد و, و برای شما برنامه دارد که بتونید پیروز بشید در اونجا پاولوس میگوید که در یک همچنین دوی ماراتونی در اون موقع در کسانی بودند که میخواستند که جلو این دونده ها را بگیرند و در زمان پاولوس اونها با یک اونایی که با یک دونده رقابت میکردند در میدان و جلو مسیر دونده سکه های طلا میریختند و رقابت کنندگان سعی میکردند که دونده را دونده تیم مقابل رو چشم سعی بکنن که چشم خودش رو از هدف برداره و تمرکز خودش رو از دست بده و سکه طلا رو ببینه و برای برداشتن اون وسوسه بشه ابرانیان دوازده و دو رو میخوایم ببینیم بله ابرانیان دوازده و دو میگوید که و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر ای... کامل ایمان یعنی ایسا بدوزیم <تصفح> که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است پس چشمانمون را بر ایسا بدوزیم که کامل کننده ایمان هست و پیشوای ایمان هست یعنی ایمان ما پدید اش عیسی مسیح است. ایمان, ایمان، ایمانی که در دلهای ما وارد شده است. پس چشممان را به عیسی دوختن همان است که ایمان داشته باشیم به او. بگذارید نگاه بکنیم به کتاب اعداد فصل 21 و از آ... کتاب اعداد فصل 21 و آیه های 7 تا 9 مردم اسرائیل نزد موسی آمدند و گفتند ما گناه کرده ایم زیرا علیه خداوند و علیه تو شکایت نموده ایم پس به حضور خدا دعا و استقاسه کن که ما را از شر این مارها نجات بدهن پس موسی برای آنها دعا کرد و خداوند به موسا فرمود یک مار برونزی از برنج بسازید و بر تیری اون رو بیاویز به موسی گفت گفت که این این رو بساز و بر تیری اون رو بیاویز اگر هر مار ای به آن نگاه کند زنده میماند پس آه پس آه موسا یک مار برونزی ساخت و آن را بر سر تیری آویخت و همین که مار ای به آن نگاه می کرد شفا می افت. در اینجا تمرکز کردن و چشم خود را دوختن مهم است در عهد عتیق عهد عتیق عهد عتیق رو در عهد جدید می توان اون رو تفسیر کرد و اگر میتونیم بگانیم که, که میدونید که کلام آیه های انجیل آیه های کلام خدا را آیه های دیگر آن اونها را تفسیر میکنند و نشان میدن و در اونجا از که ما میفهمیم که در حقیقت ما الان چه خواندیم در اینجا یوحنا 3 14 و آیه های و چهارده تا شانزده پس همان گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت پسر انسان نیز باید برافراشته شود ایسا خودش میگوید میگوید تا هر که به او ایمان آورد هر که به ایسا ایمان آورد حیات جاودان میابد پس اون مار مار برنجی در حقیقت نمونه و الگویی بود از عیسی و, و در همون میگوید که همون طور که موسی آن مار را در بیابان برافراش بالا برد می بایست که عیسی نیز بر روی صلیب بالا رود این را عیسی قبل از اینکه به صلیب کشیده شود میگوید میگوید که من می بایست بر روی صلیب میخکوب شوم تا چی؟ برای چی؟ تا هر که به او ایمان آورد حیات جاودان یابد در اون کتاب اعداد دیدیم که هر کس که به مار برنجین نگریست هر کس که چشمش را دوخت بر اون مار شفا یافت الان هم همینطور است هر کس که ایسا را ببیند مصلوب شده و همچنین رستاخیز شده یعنی زنده شده از دنیای مردگان وقتی که اون را ببینیم نجات میابیم ما معمولا به شرایط زندگانی نگاه میکنیم و مثل اونایی که در دو دوند و دنبال شاید طلا میگردن بر روی زمین چشمشون رو از ایسا بر میدارن. مثلا پتروس رو اگر که یک ببینیم پتروس یک شهادت بسیار عظیمی دارد در این مورد که به ایسا بنگریم بگذارید ببینیم به انجیل متا بریم در انجیل متا ببینیم با هم متا 14 و از آیه های 22 تا یک متا 14 ببینیم که پتروس در اینجا به ما چه می آموزد ایسا بیدرنگ شاگردان را بران داشت تا در همان حال که او مردم را مرخص می کرد سوار قایق شوند و پیش از او به آن سوی دریا بروند پس از مرخص کردن مردم خود به کوه رفت تا به تنهایی دعا کند شب فرا رسید و او آنجا تنها بود در این هنگام قایق از ساحل بسیار دور شده و دستخوش تلاطم امواج بود زیرا باد مخالف بر آن میوزید در پاس چهارم از شب ایسا گام زنان بر روی آب به سوی آنان رفت چون شاگردان او را در حال راه رفتن روی آب دیدن وحشت کرده گفتند شبه است و از ترس فریاد زدند اما عیسی بیدرنگ به آنها گفت دل قوی دارید من هستم من ترسید پتروس پاسخ داد سرورا اگر تویی مرا بگو تا روی آب نزد تو بیایم فرمود عیسی فرمود بیا آنگاه پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب به سوی عیسی به راه افتاد اما اما چون پتروس طوفان را دید ترسید و در حالی که در آب فرو می رفت فریاد برآورد سرور سرور نجات هم ده ای خداوند و نجات هم ده ایسا بیدرنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت ای کم ایمان چرا شک کردی؟ و چون به قایق برآمدن باد فرو نشست و در اینجا یک شهادتی رو میبینیم یک گواهی رو میبینیم که دیدن نگریستن بر عیسی چشم خود را دوختن بر عیسی بله اول اینکه شما دوازده شاگرد رو در اون قایق دارید عیسی مسیح بر روی آب است و بر روی آب در حال راف رفتن در حال خرامیدن در حال گام زدن سهر. هست یکی تنها یکی از اون شاگردان در اون قایق میگوید که یک کلام به من بگو و من هم پیش تو خواهم آمد و عیسی فقط یک کلمه بسیار کوچک میگوید میگوید بیا این کلمه ای هست از دهان عیسی جاری شده کلمه ای که پتروس می تواند پاهایش را بر روی آن بگذارد و بر روی اون کلمه خدا راه روند کلمه خدا زنده است اینجا یک کلام کوتاه را داریم کلمه بیا و بر این کلام بر این کلمه خودتون ببینید آن مجسم کنید که ببینید که این پتروس پای خودش را برمیدارد از روی این قایق میگذارد بر روی آب فکر بکنید که سنگینی بدن می آید روی اون پایی که پایش رو بر روی آب گذاشته است من تضمین می دهم که او چشمان خودش رو دوخته است به عیسی و, و, پای دیگرش رو بر می و, و, هنوز چشمش بر عیسی دوخته شده است و به او زل زده است و بر به طرف عیسی نزد او می روید و یک دفعه در گوشاش یکی از حواس ما میشنود که او باد میاد و موجها بالا پایین میرن درست انگاری که سخت است که که بر روی آب راه بریم انگاری که مثلا طوفان نباشه ولی به هر حال این پتروس به جای اینکه چشمش بر عیسی دوخته شود شروع می کند به فکر کردن که اوی من دارم روی آب راه میرم و چه بادی داره میاد و یه دفعه شروع میکنه به فرو رفتن در آب چشم چشمتان را بر ایسا بدوزید این دقیقا همون چیز است که میگوید که ایمان خودتون را چشم ایمان خودتون را بر ایسا بدوزید شک ممکن است بیاد بر ضد ما و شروع میکنیم به فرو رفتن ولی ایسا اونجاست او ما را لعنت نمی کند و یا چیزی سرزنش و ملامت نمی کند می گوید که ایمان تو کجاست پس پس چشم ایمانتون را و چشم خودتون را بر عیسی بدوزید و به شرایط خودتون نگاه نکنید به اطراف خودتون و می توانید ادامه بدید با او آدم می تواند که مثلا خسته بشه و مانده بشه درمانده بشه و در مرز این که دیگه همه چیز رو ول بکنه در اونجا باشیم همینطور اونهایی که دو ماراتون میدونن خیلی در ایران من میدونم که سخت هست و مشکلات هست ایسا دقیقا میدونند که الان در ایران چه خبر است. ولی در اونجا که تاریکی قوی ترین هست و در اونجا گناه بسیار زیاد هست در اونجا فیض الهی رحمت الهی در اونجا بیشتر می آید هیچ شرایطی وجود ندارد که عیسی مافوق آن باشد من می خوام که شما رو توصیه بکنم و بگویم که چشم خودتون رو بر عیسی بدوزید و مثل یک دونده دوی ماراتون باشید دوی استقامت و ول نکنید به این آسانی ها ترک نکنید رها نکنید ول نکنید شما به،, به تحمل احتیاج دارید به صبر احتیاج دارید شما احتیاج دارید که این رو در خودتون داشته باشید که وقتی که زمان معینش برسه من جواب دعام رو خواهم گرفت من ول نمی کنم بلکه چشمم رو می دوزم بر ایسا پس چشم خودش رو چشم خودمون رو دوختن بر ایسا در حقیقت چشم خودمون رو, خودم رو دوختن بر کلام او هست در ابرانیان دو و در ابرانیان فصل دوازده آیه سه رو می خواهیم با این خاتمه بدهیم به او بیندیشید یعنی به ایسا به ایسا بیندیشید که چنان مخالفتی را از دشمنان خود از سوی گناهکاران تحمل کرد از ما و الا که خسته و دل سرد میشویم پس پولس در اینجا میگوید که به ایسا فکر بکنید به ایسا بیندیشید به او تعمق بکنید که اینقدر دشمنی بر ضدش بود اداوت بر ضدش بود پس به شما میگویم که شما که دارید ایمانتون رو از دست میدید دارید شک میکنید و سست میشید به ایسا بنگرید ببینید وقتی که ایسا بر روی زمین بود چه میکرد متا را بخونید مرقس را بخونید یوحنا را لوقا را و ببینید که چگونه عیسی بر روی زمین راه میرفت و چه زندگی داشت چون که او بر روی زمین حرکت میکرد و همه الوهیت الهیش را کنار گذاشته بود مثل یک انسان بر روی زمین بود او هم وسوسه میشد او تشنه میشد او بر او تمسخر میشد بر او آب دهان انداخته میشد مضروب میشد ولیکن در همه این چیزها کاری رو انجام میداد که پدر به او میگفت چرا؟ وقتی که او الوهیت الهی خودش را کنار گذاشت نمی توانست و الا به من و شما بگوید که پیرو من باشید مطابقت از من بکنید چطور ما میتوانیم پیرو کسی باشیم که که الوهیت یا الهیت که الهی هست بلکه او به عنوان یک پسر انسان میگوید که متابعت از من بکنید پیرو من باشید و ما می‌بایستی که شبیه او شویم هرچه بیشتر و بیشتر پس به عیسی بنگریم در چشمان عیسی نگاه کردن زندگی یک انسان را متحول میکند یک شهادت کوتاهی از ایران من به شما بدم همونطور که میدونید من در ایران بودم در مدت زمانی چندین سال و انجیل را موعظه میکردم در یکی از استانهای مرکزی ایران رفته بودیم و یک مردی رو در اونجا ملاقات می کردیم و اون مرد ما را به خانه خودش دعوت کرد و میخواست که بیشتر از عیسی بشنود ولی که نمیخواست عیسی را دریافت بکنه و بپذیره به هر حال شب که شد می خو... گفت که حتما پیش من بخوانی بخوابید همینجا و پیش من بمانید در حال ولیکن ایسا را نپذیرفته بود در شب نصف شب یک دفعه رؤیایی دید خوابیدید و عیسی را در خواب دید عیسی را میبیند و عیسی به او میگوید من سه،, سه, نفر از نمایندگان را هم را به خانه تو فرستادم میخواهم که به اونها گوش بدهی و یه دفعه اون نصف شب بیدار میشه و زنش رو بیدار میکنه و برای اون توضیح میده میگه و صبح خلاصه یا ای این صبحانه را آماده میکنه فراهم میکنه ولیکن خیلی صبح زود بوده و دوست من که با ما بود اونم خواب بود و میگه که میاد و اونا رو بلند میکنه و میگه بلند شید بلند شید هر چه زودتر و حال وقتی که ما بیدار شدیم میگوید که من ایسا را دیدم و عیسی به اون گفت که گفت که به من گفت ایسا در خواب که من سه تا از نمایندگان خودم را نزد تو فرستادم و به اونها گوش بده و اونجا دیگر به ما گوش داد و ایسا مسیح را پذیرفت و کاملا و تماما ایمان آور نجات پیدا کرد رستگار شد و تنها یک دوختن چشم به عیسی بود که به ما قدرت میدهد قوت میدهد و من به شما قول میدم که ایران یک کشور متحول خواهد شد وقتی که زمان معین فرا برسد درست همان وعده ای که خداوند در ارمیا نبی داده است که ایران یک ملت متحولی خواهد شد در نام عیسی مسیح آمین خدا برکت دهد ده شما خداحافظ So